اما تنان گرامی درود بر شما به نظر می رسه که ایران عامل عربستان و موساد اسرائیل به یک تعبیری در هرات از سحنه برداشته است ملا مجیب انصاری روحانی جوان و ماجراجوی هرات کشته شد و ای ما فکر میکنم از قبل قابل پیش بینی بود چرا یادان بسار تیز رفت حسب ملا مجیب راتی در شرایطی که مثلا ملا برادر امیال در حرات از خودش باید به همکاری شبکه اقانی صورت گرفته باشد همکاری شبکه اقانی با اطلاعات ایران یادم واضح بعد از پیروزی طالبان اعلام کرده بود یک جانبه به نمایندگی از طالبان که سر مخالفان طالبان باید زده شود این آدم اقدر ناقبت اندیش بود که رنج و غم و دربدری میلیون ها نفر به هیچ گرفته بود یعنی علای مردم افغانستان فتوا داده بود باید سرشان زده شود چرا اکثریت قاطی مردم افغانستان زده طالب و لشکر نیابتی است این بینی این توی یک ای آدم بود بسار مشکل است آدم تصور بکنید که تا آدم تا دیر زنده بانه در انفجار مسجد شهرک گازرگاه خب حال قرار گزارش ها که اخیرا رسید بیش از چل نفر کشته و زخمی شدند که مقتول اصلی و بحثنگیز شخص ملا مجیب انصاری است امرای برادرش ای آدم از همقطاران جنای قنداری طالب بود و اصلا این میشه آدم بگوید که یه آدم هر کاری که از دستش پوره بود برای خوشحال ساختن طالبا در حق مردم خود و مردم افغانستان انجام میداد ما اینجا رد پای سازش بین شبکه اقانی و اطلاعات ایران به نحوی دیده میتانیم یعنی شبکه اقانی و ایرانیا در در معادلی اطلاعاتی فقط چیزای کوتاه کوتاه گفته میشه پیشنهاد مشخص مثلا شما اسماعیل خان اجازه تکان خوردن نتین در حوزه جنوب غرب ما مزایم را که عربستان سعودی و دیگرات تعمیل میکنن آسان بر میداریم بس توافق در جنگ اطلاعاتی اینمیتر تر معامله کوتا و کار تمام است ما در گزارش دو سال پیش پیوسته در گزارشنامه افغانستان وقت نوشتم که بر اساس گزارش های اطلاعاتی و پراتیفی که از،, از،, کابل می رسید. که عربستان و موساد انصاری را تعمیل خب حال دی یک شکی نداشته که یک آدرس ساختگی مثلا بنام دایش بگو یک مایر کشته این بسیار ساده است از دو سال پیش ما گفته بودیم که ملا مجیب ملا مجیب سی و ساله هرگز به پیری نخواهد رسید چرا؟ حیرات یک بستر حساسی است محل تجمع مفرزای استخباراتی پاکستان، ایران، عربستان، امارات، اسرائیل، امای سیکس، سیاهی، سازمان رای هند و جی آر یو روسیه است. منطقه منطقه است، استراتژیک است همه فعال هستن خاصا به خاطر ایران در یک بازی پیچیده در مرز ایران با هم سر و کله میزنن ملا مجیب متولی دارالعلوم عالی انصاری بود که بسیار یک دارالعلوم کلان است خب برال وقتی که فتوا داد بعد از طالبا گفت که سر مخالفان زده شود از همو وقت معلوم بود که این فتوای خونین یک توق لعنت خواد شد که در فضا گشت بزنه گشت بزنه و در گردن خودش بیفتد در اقرب 1399 یعنی تقریبا دو سال پیش یادم به دستور ازی بوسترا و نمایه های بسیار کلان در گوشه و کنار هرات در دوران جمهوری نصب شده بود که نوشته کرده بود هر مردی که همسرش حجاب نداشته باشد بی غیرت است ای یکی از حرفای مزهک گرایان اسلام سیاسی است مزهکتر از این حرف نیست هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تجربی و هم از لحاظ روانشناختی آدم ها. در جدی سیزده هشت یعنی سه سال پیش رسانه های بین از جمله بی بی سی تلاش داشتند که یه آدم تبدیل به یک ملاومر اراد بسازد از امو وقت این پروژه است چی میکرد؟ در دوران جمهوری در جمهوری سه نفره عملا وزارت امر به معروف نیاز از منکر در اراد فعال ساخته بود و اینمی مسئله یک تمهیداتی بود برای به قدرت رسانیدن طالبان عملا به حیث یک رهبر طالب طالب دایش مشرف البته اونجا ظهور کرده بود این یک دارالعلومی که آدم ساخته بسار دارالعلومی است که در سایه چل جریب زمین دولتی ایمار شده چل جریب زمین دولتی تعلیمات دارالعلوم بر آموزش های ویژه دایشی و ضد شیعه تمرکز دارد خودش از تحصیل یافتای به اصطلاح حلقات عربستان بود ای مدرسه کلان چل میلیون دلار در اعمارش خرد شده بود یک هزار پسر بچه از سنین نو تا دوازده در او جذب شده بود تعلیمات افراتیت میبینند امیل که ما شما صحبت میکنیم اونجا پر از تعلیمات افراتیت داده میشه یعنی عملا یک کارگاه تولید انتحاری است نظیر اینمی مدرسه این غیر از که در کره خطک در مولانا سامی الحق مول داره دیگه کس نداره این آدم مانا از پینجا تا هفتاد هزار دلار خرچ مدرسه را از سفارت عربستان در کابل دریافت می کند و می کرد اطلاعات ایرانی مسائل مثل مثلا کف دست میدید دید ساحه ایران است ایره از اول قابل پیش بینی بود که تحریکات ای هسته هسته وهابی بدون تردید یک روز با واکنش بسیار سخت ایران مواجه می شود و شد سیستم جلب و جذب نوجوانکا به این مدرسه طوری بود که از هر ولایت ده نفر سهمیه وارد میکنند هر سال به تعداد 200 جوان دایشی از این مدرسه فارغ میشن. نکته حساسیت برانگیز دیگه ای است که تمرکز تلقینات این مدرسه بر محیط مثلا جوامع کشاورزی و عقب افتاده ولایت زاهدان ایران بود و هایی که با حلقات سنی ایرانی در مرز به طرف تایبات تا و ایدریا و اینجا بود اولویت کار از اینا کشاندن جوانک های زایدان و این مدرسه بود در سال 1399 در مای اقرب روزنامه نیویورک تایمز امو وقت گزارش داد که دستجات امر به معروف که آدم فعال ساخته بود و غنی خائن. نظاره میکرد چون پلان از بود که بستر برای طالب آماده شود در اونجا در شهرک گازرگاه ایراد همه چیز فعال بود مولویای ایراد کنترل از پلیس گرفته بودن غنی نظاره میکرد مقررات خشن شرعی را به کار گرفته بودن حتی زوجای مزنون دختر و بچه را توقف میدادن یک یک طرف کش میکند دیگه طرف کش میکنن بو دفتن ای چیت میشه ای چیت میشه اسم ولاد از کیس اسم ولاد از کیس تو از کجاستی هستی ده کجا تولد شدی تا که یک تناقض در بین گپشان پیدا شو بازن اینا را میبردن بازداشت میکردن مجازات میکردن در شرک گذرگاه مجری شریعت با لباس های سفید علامات مزین به شمشیر زوجها را ده موتر موتر و خیابان دنبال میکردن و هر کدام میشه میفتن استاد شو بسار با خشونت با یک دادمنیشی میفتن بهت جوازنامه و یا نکانامه ده امو وقت اینی آدم بیماری کرونا که شایع شد گفت که ای بلایی است که خداوند برای مجازات کافران فرستاده وقتی که یک دم مردم ایراد کرونا پیچاند اید دجال جوان ساکت شد قبل از او در سیزدن نواده یک یه آدم خیلی دیدنی بود در ماه سنبوله سیزدن یک، از اجرای کنسرت شفیق مورید یادم جلوگیری کرد وحشت داد دولت غنی خواهن ایج اقدام نکرد از کنسرت گروه آبی در چوک شهر ایراد شب اول اید اینا چنان به غیز آمده بودن کم بود یک حمام خون را بیافتد مرده ها سر سرکا گفته این مبتکرش اینمی آدم بود در سیزدن یک سال پیش از او در جریان کنسرت موسیقی فراد دریا آوازخان معروف افغانستان در استیدیوم ورزشی ایراد یک انفجار نیرومند اینا سازمان دادن که در او تعداد کشته و زخمی شدن یعنی امارت اسلامی اونجا قبلن در اونجا قبلا در ایراد تطبیق شده می رفت با دستور یادم هم چنان جلب فعالیت های فرید رستگار و خانم ف... وجیه رستگار گرفتن خب آل دیگه ملا انصاری در هرات نیست اما یادتان باشه که جایگزین ملا مجیب انقریب در اونجا فرستاده میشه از جای یا از اموجا ظهور داده میشه خب چطور مثلا شما یادتان است وقتی که یادم وعظ میکرد در یک دشت کلام ده ها هزار نفر در مقدمش زانو نمیزدن امدتان جوان حال اون جوان ها کجاستن؟ ظاهرا همه جر و جیم شدن و به مارمولک های ناپیدا تبدیل شدن اما اونا برمی استخبارات اونا را برمی و در گهواره شورش های بعدی که اراد باشه اونا را به کار می گیرن. تا برنامه بعد